خسته نباشید بچه ها. رسیده بودیم به مبحث منیجمنت اسکیبیس. برای درمان و منیجمنت اسکیبیس نکته مهمی که توی ذهنمون باید داشته باشیم اینه که علاوه بر خود بیمار حتما باید کسایی که تماس فیزیکی نزدیک با بیمار داشتن هم حتما درمان بشن. درمان اصلی اسکیبیس که اغلب استفاده میشه کرم پرمترین 5% هست. کرم پرمترین 5% که به صورت موضعی استفاده میشه یک درمان بسیار مؤثر در اسکیبیس هست و کیوریتش حدود 90% هست. طرز استفاده از این دارو به این صورته که بیمار باید این کرم پرمترین رو از گردن به پایین روی همه نقاط پوست استفاده بکنه. خیلی مهمه که به بیمار آموزش بدیم که این کرم رو فقط نباید در نواحی که احساس خارش داره استفاده بکنه، بلکه باید از گردن به پایین روی تمام نواحی پوست بماله، توجه ویژه داشته باشه به بین انگشتان و ناحیه ژنیتال در آقایون، حتما باید در اون نواحی استفاده بشه و بعد از 8 تا 14 ساعت این کرم رو باید بشوره. یعنی کرم باید 8 تا 14 ساعت روی پوست باقی بمونه و بعد شسته بشه. یک مرتبه استفاده باید بکنه و مرتبه دوم باید 1 تا 2 هفته بعد دوباره تکرار بشه. این مرتبه دوم استفاده به جهت اینه که برای از بین بردن مایت هایی که توی اولین بار استفاده درون تخم بودن و دارو روشون اثر نکرده، 1 تا 2 هفته بعد باید دارو دوباره استفاده بشه که اون مایت هایی هم که توی این فاصله از تخم خارج شدن از بین برن. پرمترین بسیار داروی سیفی هست، در خانم های باردار یا خانم های شیرده قابل استفاده است و در نوزادان بالای 2 سال هم میشه که استفاده بکنیم و در اسکیبیس درمان فرست لاین و اولین درمانی که استفاده میشه. داروی خوراکی که در اسکیبیس قابل استفاده هست ایورمکتین هست. ایورمکتین رو به صورت خوراکی میتونیم تجویز بکنیم در اسکیبیس، ولی دلیلی که کمتر از پرمترین استفاده میشه اینه که هم خیلی قیمتش بالاتر از پرمترینه، هم خب به اون اندازه در دسترس نیست و خیلی وقتا در بعضی از کشورها حتی در کشور خودمون اکثر اوقات بسیار کمیاب هست. ولی به دلیل اینکه خوراکی استفاده میشه استفادهش بسیار ساده است و در مواردی که اسکیبیس میخواییم در سطح وسیع درمان بشه، مثلا در خانه های سالمندان، در مراکز بهزیستی که تعداد زیادی از افراد باید درمان بشن و درمان موضعی مشکل هست، میشه به جای درمان موضعی از ایورمکتین خوراکی استفاده بکنیم. همینطور در کراسد اسکیبیس اورال ایورمکتین حتما باید استفاده بشه و درمان فرستاین کراسد اسکیبیس ایورمکتین خوراکی هست. دوز ایورمکتین 200 میکروگرم پر کیجی هست که یک دفعه استفاده میشه و 1 تا 2 هفته بعد مثل پرمتری مجددا باید تکرار بشه. درمان های دیگه هم برای اسکیبیس وجود داره که البته خیلی کم استفاده میشن نسبت به پرمترین. یکی از اونها سولفور موضعی هست. سولفور موضعی با غلظت 5 تا 10% در بیس وازلین در نوزادان زیر 2 ماه استفاده میشه برای درمان اسکیبیس. استفادهش یه مقدار سخته، باید 3 شب پشت سر هم روی پوست استفاده بشه و بعد از 8 ساعت شسته بشه. بوی خیلی بدی داره، برای همین استفادهش محدود به نوزادان هست. لیندان یه دارویی هست که قبلا که پرمترین در دسترس نبود بیشتر استفاده میشد. لیندان به صورت موضعی استفاده میشه. طرز استفادهش دقیقا مثل پرمترین هست، یعنی 8 تا 14 ساعت باید روی پوست بمونه و بعد شسته بشه. ولی نکته مهم لیندان اینه که لیندان داروی خیلی سیفی نیست، گاهی جذب میشه به خصوص در بچه ها و ممکنه که سیستمیک توکسیسیتی بده، به خصوص علائم نوروتوکسیسیتی ممکنه ایجاد بکنه، سیجر ممکنه که بده، در افرادی که سابقه سیجر دارن کنتراندیکه است، حتی گزارشات مرگ هم با این دارو بوده. در بچه های زیر 10 سال قابل استفاده نیست، در بارداری و شیردهی ممنوعه و در افرادی که سابقه بیماری CNS دارن هم کنتراندیکه است. بنابراین لیندان موضعی به هیچ وجه داروی فرست لاین نباید استفاده بشه به خاطر اون نگرانی هایی که در مورد سیفتی دارو هست. فقط در مواردی که حالا داروهای سیفتر در دسترس نیست یا فیل شدن اونا جواب ندادن میتونیم از لیندان استفاده بکنیم.
درمان چویس برای کراستد اسکیبیز استفاده همزمان از ایورمکتین خوراکی به اضافه پرمترین موضعی هست. ما در کراستد اسکیبیز هیچ وقت نباید درمان فقط محدود باشه به درمان موضعی. حتما باید درمان موضعی با پرمترین همزمان با ایورمکتین خوراکی استفاده بشه. در اسکیبیز گفتم حتما باید افرادی که تماس فیزیکی نزدیک با بیمار داشتن، مثلا پارتنر جنسی بیمار، همسر بیمار یا افرادی که با همدیگه توی یک محل شبها میخوابن، حتما باید همزمان با بیمار درمان بشن حتی اگر علامتی نداشته باشن. دلیلش چیه؟ چون گفتم بهتون که علائم اسکیبیز بعد از 4 تا 6 هفته خودش رو نشون میده. ممکنه که اطرافیان بیمار هم مبتلا به اسکیبیز باشن ولی هنوز علامتی نداشته باشن و اگر ما اونا رو درمان نکنیم بعد ممکنه که این سیکل انتقال بین بیمار و اطرافیان، بیمار درمان بشه، اطرافیان درمان نشن، مجدد انتقال پیدا بکنه. به همین دلیل لازم هست که حتما علاوه بر خود بیمار، افرادی که توی خونه با هم دیگه زندگی میکنن هم حتما درمان بشن. در اسکیبیز و در همه عفونت های انگلی پوست ما حتما باید علاوه بر درمان بیمار به آلودگی زدایی محیط هم توجه داشته باشیم که ریسک انتقال مجدد رو کم کنیم. من اول بحث بهتون گفتم که مایت اسکیبیز اگر در محیط خارج از پوست قرار بگیره بعد از 24 تا 36 ساعت از بین میره. بنابراین همه وسایلی که در 24 تا 36 ساعت اخیر در 2-3 روز اخیر در تماس با بیمار بودن باید آلودگی زدایی بشن. به چه صورت؟ ما توصیه میکنیم که لباس هایی که بیمار در 2-3 روز اخیر استفاده کرده، ملحفه بیمار، وسایلی که قابل شستشو هست حتما با درجه حرارت بالا حداقل 65 درجه سانتیگراد شسته بشه و وسایلی که قابل شستشو نیست باید در یک کیسه پلاستیکی قرار داده بشه، درش محکم بسته بشه و بعد از چند روز که در اون کیسه پلاستیکی بود اگر مایتی هم داخلش بوده باشه از بین میره و میشه که خارجش بکنن و استفاده بکنن. خب بریم سراغ قسمت دوم بحثمون که پدیکولوز یا شپش هست. شپش یک عفونت انگلی شایع پوست است. شپشی که انسان رو آلوده میکنه سه نوع مختلف داره. این پارازیت، این انگلی که بیمار انسان رو میتونه درگیر بکنه، سه نوع مختلف داره که هر کدوم از اینها یک قسمتی از پوست رو درگیر میکنن. یک نوع از این شپش ها که تمایل داره که موهای سر رو درگیر بکنه یک نوع عفونت در پوست ایجاد میکنه به نام پدیکولوز کپیتیس یا شپش سر. یه نوع دیگه از این انگل‌های شپش تنه رو درگیر میکنه و یک نوع عفونت در واقع پدیکولوز کورپوریس یا شپش تنه ایجاد میکنه. و نوع سوم تمایل به درگیر کردن موهای ناحیه پوبیس داره و پدیکولوز پوبیس یا فیتروس پوبیس رو ایجاد میکنه. اینا سه تا انگل مختلف هستن ولی هر سه از یه خانوادن ولی با همدیگه یک مقدار متفاوت هستن. یک نوع شپش نمیتونه همه این آلودگی ها رو ایجاد بکنه. اول در مورد پدیکولوز کپیتیس یا شپش سر صحبت بکنیم. پدیکولوز کپیتیس در واقع شایع ترین نوع بین انواع پدیکولوز هست. یک عفونت انگلی بسیار شایع هست که سر و اسکالپ رو درگیر میکنه. نوع انگلی که این نوع شپش، این نوع بیماری رو ایجاد میکنه اسمش از پدیکولوز هومانوس کپیتیس. پدیکولوز کپیتیس یک شیوع جهانی داره، در همه نقاط جهان دیده میشه و در همه طبقه های سوشیو اکونومیک هم دیده میشه ولی در کودکان شایع تر از بالغین هست. انگلی که شپش سر رو ایجاد میکنه همون پدیکولوز هومانوس کپیتیس اندازه شپش بالغش حدود 2-3 میلیمتر هست. 2-3 میلیمتر یادتون هست مایت اسکیپیس رو گفتم 0.3-0.4 میلیمتر اندازش هست ولی این انگل شپش حدود 2-3 میلیمتر هست، یعنی 10 برابر مایت اسکیپیس اندازش هست. رنگش سفید خاکستری هست. به خاطر اندازه قابل توجهش با چشم غیر مسلح هم اگر دقت بکنیم قابل دیدن هست. طول عمر شپش ماده حدود 1 ماه هست و در این 1 ماه هر روز حدود 7-10 تخم میذاره
و تخم های این شپش ماده خیلی سفت با یک ماده به ساقه مو اتصال پیدا می کنن و به تخم شپش ماده که به مو اتصال داره نیت گفته میشه. اگر شپش بالغ خارج از پوست قرار بگیره و در محیط حدود 55 ساعت میتونه زنده بمونه و بعد از بین میره. در این تصویر نیت رو میبینید. این تصویر سمت چپ نیت رو نشون میده، یک جسم بیضی کوچک که حالت مورب به ساقه مو به سفتی میچسبه و در این تصویر هم خب تصویر واقعیش هست که میبینید. این نیت رو حالا توی تصاویر بعدی هم نشونتون میدم، رنگ سفیدی داره که خیلی راحت میتونه با شوره سر اشتباه بشه، ولی تفاوت اصلی که با شوره سر داره اینه که به سفتی به ساقه مو چسبیده. شوره سر اگر مو رو تکون بدید یا شوره رو بگیرید در طول ساقه مو بکشید به راحتی جدا میشه، اتصال محکمی به ساقه مو نداره، ولی نیت رو به هیچ وجه نمیتونید به راحتی از ساقه مو جدا بکنید. انتقال شپش سر بین افراد به چه صورت هست؟ شایع‌ترین راه انتقال شپش سر از طریق تماس مستقیم با موهای فرد آلوده است. مثلا بین بچه هایی که توی مدرسه، توی مهد کودک هستن، معمولا با هم دیگه بازی میکنن، موهاشون با هم دیگه تماس پیدا میکنه، خیلی راحت انتقال پیدا میکنه. یا در یک خونه یه بچه مبتلا باشه، خیلی راحت میتونه به بچه های دیگه یا به پدر و مادرش انتقال بده. استفاده از وسایل آلوده مثل سشوار، شانه، اوله، روبالشی، روسری آلوده، گل سر ببخشید، گل سر آلوده هم میتونه باعث انتقال شپش سر بین افراد بشه. در این تصویر سمت چپ هم نیت رو میبینید، یه جسم کوچیک سفید رنگ که به ساقه مو چسبیده، هم اگر دقت بکنیم یه شپش هم بین موها قابل مشاهده هست و در این تصویر نیتا رو میبینید. ولی چیزی که خیلی واضح و راحت در معاینه اسکالپ فرد مبتلا به شپش دیده میشه بیشتر نیتا هستن، چون تعدادشون خیلی زیاده. شپش در سر تعدادش خیلی کمه، معمولا روی اسکالپ بین موها مخفی هست و پیدا کردنش خیلی ساده نیست خود شپش. علامت شپش چیه؟ علامت اصلی شپش خارش اسکالپ هست. خارش شپش در فرد مبتلا خارش ایجاد میکنه. این خارش به علت واکنش آلرژیک به بزاق شپش ایجاد میشه و معمولا بعد از در فردی که برای اولین بار مبتلا به شپش شده، چون باید این واکنش آلرژیک صورت بگیره تا خارش ایجاد بشه، معمولا 4 تا 6 هفته بعد از ابتلا خارش شروع میشه. علاوه بر خارش که خب شکایت بیمار هست، در فرد مبتلا به اسکیبیز، اگر فرد مبتلا به شپش سر، اگر سر رو معاینه بکنید نیت ها رو میتونید ببینید. اکسکوریشن در اثر خاروندن ممکنه که در سر، گوش ها و ناحیه پشت، ناحیه گردن و پشت گوش ها دیده بشه. جایی که راحت تر میتونیم نیت رو پیدا بکنیم جایی هست که تراکم موهای مقدار کمتره، مثل موهایی که بالای گوش یا پشت گوش هستن یا ناحیه اکسیپیتال. این قسمت ها چون تراکم موها کمتره، ما معمولا نیت ها رو راحت تر میتونیم پیدا بکنیم. علاوه بر علائم اکسکوریشن، خارش و همینطور نیت ها، علامت دیگه ای که در اثر شپش سر گاهی دیده میشه اینه که گاهی فرد مبتلا به شپش سر چون خیلی سرش رو خارونده، اکسکوریه کرده، اون در اثر زخمایی که در اثر خاروندن ایجاد شده، ممکنه که عفونت ثانویه با استافیلوکوک یا استرپتوکوک در اون نواحی ایجاد بشه و این پتیگو روی اسکالپ ایجاد بشه و ثانویه به اون ممکنه که لنفادنوپاتی در ناحیه سرویکال هم داشته باشیم. همونطور که خدمتتون گفتم، برخلاف دندروف که در درماتیس سبوریک ما داریم یا شوره های سر، نیت ها خیلی سفت به ساقه موها چسبیدن و در معاینه میتونیم به این صورت افتراق بدیم، تلاش بکنیم ببینیم آیا میتونیم جدا بکنیم این اجسام سفید رنگ رو یا نه. اگر خیلی راحت جدا بشن خب نیت نیست، شوره سر هست. باز در این تصویر نیت ها رو میبینید که خیلی به تعداد زیاد در مو وجود دارن. در بعضی از افراد ممکنه که نیت ها انقدر فراوان نباشن. اگر بیمار زود مراجعه کرده باشه، ما باید بیشتر تلاش کنیم و بگردیم دنبال نیت ها تا بتونیم پیدا بکنیم.
نواحی که مناسب هستن برای معاینه همونطور که گفتم ناحیه اکسیپیتال و موهای اطراف گوش هستن که راحت تر میتونیم نیست رو در این نواحی ببینیم. در هر فردی به خصوص کودک مبتلا به خارش اسکالپ ما باید به پدیکولوز مشکوک بشیم. پس هر فردی که میاد پیش ما شکایت از خارش سر داشته باشه، به خصوص اگر کودک باشه، ما حتما باید با دقت دنبال نیتهای پدیکولوز بگردیم و حتما به شپش سر شک بکنیم. یا در بیماری که میاد پیش ما این پتیگو در ناحیه اسکالپ داره، باز حتما باید شک بکنیم که نکنه مبتلا به شپش سر هست و این پتیگوها در اثر خاروندن های مکرر در سر ایجاد شدن، چون اسکالپ ناحیه شایی برای این پتیگوی اولیه نیست. خب درمان شپش سر چی هست؟ پدیکولوسیت های موضعی خیلی راحت در دسترس هستن، از بین برنده ها و کشنده های شپش که به صورت موضعی استفاده میشن خط اول درمان شپش سر هستن. درمان خوراکی هم گاهی استفاده میشه در موارد مقاوم به درمان های موضعی. درمان خوراکی که در شپش سر استفاده میشه همون ایورمکتین هست، ولی خیلی به ندرت نیاز میشه که ما استفاده بکنیم. اغلب درمان با داروهای موضعی از بین برنده شپش برای درمان کافی هست. پدیکولوسیت های موضعی که میتونیم برای درمان شپش استفاده بکنیم، پرمترین 1% هست. البته پرمترین 5% هم میتونیم استفاده بکنیم. در مواقعی که پرمترین 1% شکست بخوره و موثر نباشه، میتونیم از پرمترین 5% هم استفاده بکنیم. ولی درمان کلاسیک شپش سر و شایع ترین درمانی که استفاده میشه پرمترین 1% هست. لیندان موضعی، مالاتیون موضعی، بنزیل الکل موضعی، اسپینوساد به صورت موضعی، همینطور ایورمکتین موضعی و دایمتیکون موضعی درمان های موثری هستند در شپش سر. طرز استفاده از این پدیکولوسیت ها در شپش سر به این صورت هست که بیمار باید این داروها رو روی موی خشک استفاده بکنه. روی همه قسمت های مو، از ریشه مو تا نوک مو، باید بگیم دارو رو با این داروها آغشته بشن. 10 دقیقه که روی سر باقی مون باید دارو شسته بشه. درمان مجدد باید 8 روز بعد تکرار بشه. این تکرار درمان هم دقیقا مثل اسکیپیس به دلیل این هست که اون انگل هایی رو که توی تخم دفعه قبل بودن و خارج شدن از بین ببریم. البته مقاومت به پرمترین، لیندان و مالاتیون در اثر استفاده زیاد از این داروها هم گاهی دیده میشه و خب نگران کننده است. لیندان موضعی در شپش هم مثل اسکیبیس به عنوان درمان فرستان توصیه نمیشه، به خاطر همون نگرانی هایی که در مورد سیفتی این دارو وجود داره. در مواقعی ممکنه ما درمان اسکیبیس رو تجویز بکنیم برای بیمار، ولی با شکست درمان مواجه بشیم، یعنی ببینیم که بیمار بهبود پیدا نکرده. علت شکست درمان در پدیکولوز 3 مورد هست. مهمترینش اینه که بیمار ممکنه که دارو رو درست استفاده نکرده باشه، طرز استفاده صحیح رو یاد نگرفته باشه و درست استفاده نکرده باشه. علت دوم تماس مجدد با فرد آلوده است. مثلا در خانه یک نفر مبتلا بوده درمان شده، فرد دیگه که مبتلا بوده درمان نشده و مجددا انتقال پیدا کرده به فرد. و علت سوم هم مقاومت به دارو هست که به خصوص در بعضی از کشورها، در کشور ما هم همینطور متاسفانه داره افزایش پیدا میکنه و بعضی وقتا داروها علارغم استفاده صحیح ممکنه که مؤثر نباشن. در مواقعی که درمان موضعی جوابگو نباشه، ما میتونیم از ایورمکتین خوراکی اگر در دسترس باشه کمک بگیریم. در پدیکولوز کپیتیس در شپش سر لازم نیست که همه افرادی که در یک خونه هستن درمان بشن، ولی لازمه که همه افرادی که در یک خونه هستن یا تماس نزدیک دارن، مثلا هم کلاسی ها، حتما معاینه بشن و در صورتی که مبتلا بودن درمان بشن. پس توصیه‌ای که در گایدلاین ها در مورد شپش سر انجام میشه اینه که همه افراد که تماس دارن، هم خونه ها، هم کلاسی های بیمار، حتما باید از نظر شپش سر خوب معاینه بشن و در صورت وجود آلودگی درمان انجام بشه. همونطور که گفتم شپش سر حدود بعد از 2 روز که در محیط این انگل شپش اگر
از پوست دور بشه بعد از 48 ساعت در محیط از بین میره. بنابراین منطقی که هست که ما بگیم وسایلی رو که بیمار در دو سه روز اخیر استفاده کرده حتما باید انگرزدایی بشه، مثلا روبالشی، مرحفه، روسری، گل سر، هر وسیله‌ای که در دو سه روز اخیر تماس داشته بود تماس داشته با بیمار باید یا با آب داغ حداقل 65 درجه سانتیگراد شسته بشه، یا وسایلی که قابل شستن نیستن باید با هوای داغ انگرزدایی بشن یا در یک کیسه پلاستیکی در بسته چند روز نگهداری بشن، ترجیحاً 2 هفته و بعد قابل استفاده هستند. ما به عنوان درمان آلترناتیو در شپش سر اغلب به والدین کودک توصیه میکنیم که به صورت دستی تا جایی که میتونن این نیت ها رو علاوه بر درمان دارویی که استفاده میکنن سعی کنن این نیت ها رو جدا بکنن. روش راحت این درمان به تنهایی کافی نیست، به کمک به عنوان درمان آلترناتیو در کنار درمان های اصلی و داروها استفاده میشه. جدا کردن این نیت ها به روش فیزیکی راحت ترین راهش وید کمبینگ هست. وید کمبینگ یعنی چی؟ یعنی ما به بیمار میگیم که هر روز سرش رو خیس بکنه، روزانه یک مرتبه موها خیس بشن و این موهای خیس با یک سری شونه های مخصوصی که فلزی هستن و خیلی دندان ریز هستن و دندان هاشون خیلی به هم نزدیک هست، خیلی کامل از نوک موها تا انتهای موها به صورت مرتب روزی یک بار شونه بشن و این کمک میکنه که این نیت ها یه مقدار جدا بشن از ساقه موها. این شونه ها در دسترس هستن در داروخونه ها و اغلب به صورت پک با داروهای پدیکولوسید موضعی به فروش میرسن.